سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. رضا نظربگی هستم، از کانال یوتیوب پویوت آکادمی در خدمتتونم. درس های 0 تا 100 اکسل رو داریم، بریم ادامه کار رو با هم داشته باشیم و موارد جدید رو با هم یاد بگیریم. میخوام برم سراغ فرمولا بار. در ویدیو قبلی یاد گرفتیم که چطور داخل سلول ها تکست به وجود بیاریم و اونو ادیتش کنیم. مثلا اگر من بیام اینجا تکستی رو بنویسم، حالا فرق نمیکنه چی باشه، مثلا بنویسم پویوت، همونطور که میبینید هم سطر و ستونش رو میبینیم اونجا که نام اون سلول رو دارن برای ما تشکیل میدن، همین که در فرمولا بار اون تکستی که اینجا نوشیم یا هر علائمی که در اینجا به کار بردیم رو اون بالا ما نشون میده. من میتونم همون بالا هم تکستم رو ادامه بدم یا موارد مختلف رو ایجاد کنم، مثلا 1 2 3 یا مثلا یه سری حروف به هم ریخته اینجوری به کار ببرم به این شکل و کار رو ادامه بدم. همین که دکمه اینتر رو بزنم میتونم کارم رو اینجا ببینم. ببینید این سلول گسترش پیدا کرده و روی مابقی سلول ها هم داره خودش رو نشون میده. به محض اینکه داخل یکی از این سلول ها یه چیزی بنویسم، مثلا جی یه اینتر بزنم، مابقی قسمت ها رو حذف میکنه و همه چی رو در داخل همون بخش خواهیم دید تا قبل از اونجایی که من یه تکست دیگه ایجاد کنم. یعنی اگر داخل بی الان یه چیزی بنویسم، مثلا بنویسم عدد 1، مابقی قسمت های اضافه رو پاک میکنم، فقط موارد داخل ای رو در خود ای خواهیم دید. کجا؟ زمانی که کلیک میکنیم در فرمولا بار این رو میبینیم، در بار فرمولم اینو میبینم به زبان ساده تر، جایی که فرمول نویسی میکنیم. پس میتونیم این بالا هم تکست رو بخونیم هم همینجا در این قسمت بالا ادیتش کنیم. اگرم تعداد سطرها بیشتره ما خیلی راحت میتونیم بیایم این قسمت، اگر دقت کنید فلش موس هم حالتش عوض میشه. اینو اگر درگ کنم به سمت پایین بیارم میتونم این فرمولا بار رو فضاش رو بیشتر کنم، راحت تر بتونیم قسمت های مختلفش رو ببینیم. اگر مثلا این متن بلند بالا بود کامل میتونیم اینجا بخونیمش. خب پس این کار میتونیم انجام بدیم. در نهایت تغییراتمون رو میتونیم با این ضبطری که اینجا هست کنسل کنیم، یا اینکه با این نشان تیک آبی رنگ که اگر زوم کنم بهتر میبینیدشون، کار همون اینتر رو برای ما انجام میده تاییدش کنیم، یا اینکه بریم سراغ FX که در درس‌های بعدی میریم سراغش و میتونیم اینجا علائم مختلف و دستورات مختلف رو در اصل اجرا کنیم. مثلا اگر FX رو بزنم، اجازه بدید یه بار کلیک کنیم روش، حالا غیر فعال، بریم اینجا و FX رو بزنیم، میتونیم موارد مختلف رو به کارمون اضافه کنیم که در ارتباط با همشون صحبت میکنم. پس این روشایی که میتونیم استفاده کنیم. خب حالا بیایم بریم سراغ سیو کردن کارمون، ببینیم چطور میتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. بهتون گفتم از طریق کویک سیو میتونیم یک بار کارمون رو سیو کنیم. برای اولین باری که روی این فایل، روی این گزینه کویک سیو کلیک میکنیم، چون از قبل سیو نشده کارمون، میخواد اون رو به حالت سیو از برامون نگه داره و ذخیرش کنه. من اگر کلیک کنم میاد وارد بخش سیو از میشه، اینجا دارید میبینیدش. ولی از دفعات بعد چون سیو شده دیگه، وقتی کویک سیو رو میزنیم روی همون فایل کار رو برای ما سیو میکنه، ذخیره میکنه و نگه میداره. پس برای ذخیره کردن کارها میتونیم بریم سراغ منوی فایل، اینجا میبینید کلیک میکنم و میام به بخش سیو از که این قسمت هستش. روی سیو از کلیک کنیم چند تا گزینه رو اینجا ما نشون میده. ریسنت آخرین فولدر هایی که ما درش کاری رو سیو کردیم و آخرین فایل هایی که سیو کردیم رو اینجا ما نشون میده. فعلا فایل رو سیو نکردم، بنابراین هیچی اینجا مشخص نیست. گزینه وان درایو اگر بیام و ازش استفاده کنم نیاز دارم به ساین این کردن، به خاطر اینکه اطلاعاتی که سیو میشه به صورت آنلاین ذخیره خواهد شد در وان درایو من. یعنی باید بیام در وان درایو یک اکانت بسازم که در ارتباط باهاش بعدها صحبت خواهم کرد و به صورت آنلاین موارد رو ذخیره میکنم روی این گزینه وان درایو. هر جای دنیا که باشم ساین این کنم توی اکانتم، میتونم به فایلی که اونجا ذخیره کردم دسترسی پیدا کنم، حتی اگر کامپیوترم دم دستم نباشه. دیس پی سی میاد منتخب فایل هایی که روی کامپیوترم بیشتر ازشون استفاده کردم رو به من نشون میده. اینجا فعلا تعدادشون همین دوتاست. میتونیم داکیومنت و دسکراب رو هر کدوم خواستیم انتخاب کنیم، فایلمون رو اونجا ذخیره کنیم. اد پلیس رو اگر بزنم باز هم میتونم بیام به صورت آنلاین کارم رو ذخیره کنم. البته اینجا وان درایو فور بزنس و دیگر سیستم های آنلاین رو میشه اضافه کرد. میگم در ارتباط با این موارد آنلاین در آینده صحبت خواهم کرد. اما مهمترین قسمت در
بخش سیف کردن گزینه براوز هستش که اگر روش کلیک کنیم میتونیم فایلمون رو و کارمون رو در یک فولدر در کامپیوترمون ذخیره کنیم. من روش کلیک میکنم، همونطور که میبینید مسیری رو برای من در نظر میگیره که میتونم اونو تغییر بدم در هر فولدری در کامپیوترم که خواستم روی هارد دیسک خودم میتونم کار رو سیف کنم. یه بخش مهم این پایین هست به اسم سیو از تایپ که اگر روی نوار جلویش کلیک کنم حالت‌های مختلف و فرمت‌های مختلف ذخیره فایل رو به من نشون میده. اگر میبینید که من این پسوندها رو جلوی نامشون میبینم برای من یه همچین شرایط داره، ولی اگر برای شما چنین وضعیتی وجود نداره دلیلش اینه که من در کامپیوترم این امکان رو به وجود آوردم که پسوندها رو به من نشون بده. من اگر برم به دیس پی سی از کامپیوترم، در بخش ویو گزینه‌ای هستش به اسم فایل نیم اکستنشنز که اگر تیکش رو بزنم، یه بار البته باید برنامه رو ببندید دوباره باز کنید یا اینکه حداقل بخش سیو از رو یه بار کنسل کنید دوباره برگردید که این فرمت ها رو براتون به نمایش بذاره، این قسمت ها رو که می‌بینید. در غیر این صورت شما فرمت رو نخواهید دید احتمالاً و فقط نامشون رو می‌بینید. به هر حال در هر صورت گزینه اکسل ورک بوک یا پسوند XLSX و حالت جدیدیه و پسوند جدیدیه که آفیس در اختیارمون گذاشته در ورژن 2019 به بعد که میتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی کار برای ما راحت تر کرده، حالت فشرده سازی به وجود آورده. فرمت XLSX خیلی اون پرونده های اکسل ما رو فشرده میکنه، حجمشون رو کم میکنه، خیلی راحت میتونیم برای هم ارسال کنیم در شبکه های اجتماعی، در ایمیل، به واسطه ایمیل و موارد دیگه. کار رو خیلی راحت کرده و خب البته استاندارد های خیلی خیلی زیادی رو هم به کار برده برای اینکه شما در اکسل به راحتی کارتون رو ببینید. پس در ورژن های جدید بهتره فایلتون رو XLSX ذخیره کنید، اما موارد دیگه هم اینجا هستن. مثلا XML خیلی خیلی معروفه، دیتا ذخیره میشه به واسطه XML. ما در جدول بندی دیتابیسمون زمانی که داریم طراحی وبسایت میکنیم، زمانی که میخوایم بریم سراغ دیتابیس ها، نیاز به XML داریم به خاطر اینکه داده ها توسط خروجی فایل XML ذخیره خواهند شد. میتونیم مثلا برای بکاپ گرفتن از دیتابیسمون ازش استفاده کنیم و موارد مختلف که اگر برسیم به درس های کد نویسی و البته زبان های برنامه نویسی تحت وب اونجا بهتون توضیح میدم منظورم چیه. خیلی کار دیگه میتونیم بکنیم باش. مثلا XML اگر خروجی بگیرید مطمئنا خیلی از نرم افزارهای حسابداری ایرانی و غیر ایرانی ساپورت میکنن این فرمت XML رو. میتونید دیتا رو از حتی اکسل خارج کنید به نرم افزار حسابداری دیگه ببرید و کارهای مختلف واش انجام بدید. میتونیم خروجی HTML یا HTM ازش بگیرید که وب پیج هستش و میتونید به عنوان یک وب پیج ازش استفاده کنید و موارد مختلف دیگه. مثلا با PDF آشنا هستید، میتونید خروجی PDF بگیرید از کارتون و موارد این چنینی، یا مثلا فرمت .txt که یک فرمت خیلی خیلی معموله در ویندوز، میتونید یک فایل متنی از کارتون به وجود بیارید. همه اینا هستن اینجا، ولی بهتره از XLSX استفاده کنید. در ورژن های قبلی خیلی میرفتیم سراغ CSV و فرمت های مختلف CSV رو استفاده میکردیم برای خروجی گرفتن از کار اکسلمون. اینجا XLSX جایگزین شده، میتونیم ازش استفاده کنیم که اگر روی دکمه سیف کلیک کنم فایلم با این نام و این پسوند ذخیره خواهد شد. بذاریم اصلا اینجا سیفش کنم در پوشه ای که دارم، اسمش رو هم همین بوکمان میذارم و به این حالت سیفش میکنم. حالا اگر هر تغییری به وجود بیارم، مثلا اینجا یک حرف جدید بنویسم، میتونم در کویک اکسس به راحتی روی سیف کلیک کنم، دیگه به سیف از نمیره، روی همون فایلی که الان سیف کرده بودم کارم رو ذخیره میکنم و در ادامه ازش استفاده خواهم کرد. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد دوستان عزیز که اگر ما دسترسی پیدا کنیم به دیتابیس های قدیمیمون، یعنی مثلا توی شرکتی دارین کار میکنین 15 سال داره کار میکنه، 20 سال داره کار میکنه و از فرمت های قدیمی فایل های اکسل استفاده کردن، مثلا 15 سال پیش، چطور میتونیم از اونها استفاده کنیم؟ آیا قابلیت ایمپورت کردن داخل نرم افزار جدید اکسل رو دارن یا نه؟ بله، کاملا مطابقت دارن اون موارد. اگر برم سراغ فایل و گزینه سیو از رو انتخاب کنم، بریم سراغ مجددا براوز و به این مرحله بیایم، میتونیم در قسمت سیو از تایپ
گزینه XLS قدیمی رو هم پیدا کنیم. فرمت استانداردی که برای ویرایش فایل های اکسل وجود داشت و میتونستیم خیلی خوب ازشون استفاده کنیم. حالا XLSX و موارد شبیه به اون مثل XLSM جایگزین شدن، ولی خب XLS هنوزم هست، هنوزم میتونید موارد رو ایمپورت کنید داخل کارتون و هنوزم میتونید با همین فرمت کارتون رو سیو کنید. اگه دقت کرده باشید اکسل های 97 و 2003 نسخه هایی بودن که از XLS استفاده میکردن، ولی خب مطمئنن خیلی از شرکت هایی که قدیمی هستن و خدمت بیشتری دارن فرمت های XLS رو داشتن و شما الان میتونید دوباره همونا رو بیارین و برگردین ازشون استفاده کنید و بعد میتونید به راحتی خروجی XLSX جدید ازشون بگیرید، همون فایل های قدیمی رو که هر دو تا حالت رو داشته باشید. حالا من از وارد کردن فایل های قدیمی به نرم افزارهای جدید بهتون گفتم، اما چه اتفاقی میفته اگر فایل XLSX رو بخوایم در فرمت های قدیمی باز کنیم؟ خب این امکان یه جوری وجود نداره. بهتره اگر فایلتون میخواد در سیستم قدیمی باز بشه، در نرم افزار اکسل با ورژن های قدیمی تر باز بشه، حتما خروجی XLS هم ازش بگیرید که مطمئن باشید در نسخه های قدیمی همین اتفاق میفته. ولی یه معضل وجود داره. مشکلی که پیش میاد اینه که اگر آپدیتی شکل گرفته باشه در نرم افزار اکسل، اگر از توابع جدید بخوایم استفاده کنیم که در مثلا نسخه 2019 وجود دارن، خب این توابع رو نسخه 2013 مثلا نمیشناسه، نسخه های قدیمی تر نمیشناسه، نسخه 2016 مثلا نمیشناسه و به همین دلیل دوچار مشکل میشه اون فایلمون. حتی اگر XLS اون رو ذخیره کنیم در نرم افزار قدیم، وقتی باز میشه اون توابع شناسایی نمیشن و ممکنه در کارمون ایراداتی وجود داشته باشه. خب طبیعیش هم همینه که ما هر وقت نرم افزار جدید اکسل میاد کارمون رو آپدیت کنیم، نرم افزار رو آپدیت کنیم، به نسخه جدید منتقل بشیم و کارهای قدیمی تر رو منتقل کنیم اونجا، در نسخه جدید دیگه دچار مشکل نخواهیم شد. اگر دانگرید بشیم ایراد به وجود میاد، ولی خب متاسفانه در ایران وقتی وارد یه سازمانی، یه اداره، یه شرکتی میشید، ممکن از نسخه خیلی خیلی قدیمی حتی استفاده کنه، مثلا نسخه همین 2003 استفاده کنه، حتی هنوزم دیده میشه که این اتفاق میفته و ما مجبوریم خروجیمون رو با XLS قدیمی بگیریم و سعی کنیم از توابع جدید زیاد استفاده نکنیم که کارمون در سیستم های قدیمی هم باز بشه. کاریش نمیشه کرد، به هر حال باید آپدیت کنیم خودمون رو. دکمه کنسل رو میزنم، برگردیم به همون حالت سابق، برگردیم این قسمت. خب تا الان با روش های آشنا شدیم دوستان عزیز که فایلمون رو در قالب یک فرمت استاندارد برای باز شدن در نرم افزار اکسل سیو کنیم که قابلیت ویرایش در اکسل رو داشته باشه، حداقل بتونیم اون رو در نرم افزار اکسل ببینیم. اما خب خیلی از افراد هستن که روی کامپیوترشون دسترسی به نرم افزار اکسل ندارن. چه کاری میتونیم انجام بدیم برای اونا، برای اینکه اونا هم بتونن این قالبی که به وجود آوردیم یا اطلاعاتی که به وجود آوردیم رو ببینن؟ بریم سراغ فایل مجدداً، سراغ سیو از و گزینه براوز رو بزنم در قسمت سیو از تایپ. گزینه‌های دیگه‌ای هم هستن. اگر مثلا TXT ذخیره‌اش کنیم، خب در ویندوز همه افراد تقریبا باز میشه این فرمت، ولی تمام اون قالب بندی و جدول بندی و این موارد ممکن از بین بره. خیلی خیلی ساده فقط دیتا رو ببینیم. میتونیم بیایم سراغ PDF که یکی از بهترین روش‌ها برای خروجی گرفتن، به خصوص برای چاپ یا به صورت دیدن فایل‌ها در وبسایت ها خیلی ازش استفاده میشه. PDF رو میتونیم در وبسایت هامون بذاریم برای اینکه یک نفر بتونه دانلودش کنه و روی کامپیوترشون رو ببینه. میتونیم از موارد دیگه هم استفاده کنیم، مثلا خروجی HTML ازش بگیریم که به عنوان یه فرمت وب، به عنوان یک وب پیج دیده بشه. اما PDF فوق العاده است. از PDF میتونیم استفاده کنیم برای اینکه کارمون رو بفرستیم چاپخونه، حالا چه چاپخونه چه چاپ دیجیتال، فرمت PDF رو ساپورت میکنن و خیلی راحت میتونیم کار رو با همون قالب بندی و ظاهر و همون شرایط به دیگران نشون بدیم که اینجا اگر روی دکمه سیو کلیک کنم با همین نام با فرمت PDF کار برای من ذخیره میشه. البته اگر کنسل کنم بریم سراغ گزینه اکسپورت در این بخش، میتونم همین کار رو باز هم انجام بدم. گزینه Create PDF XPS Document رو اگر بزنم، اجازه بدید باز بشه. آها این قسمت هم باید کلیک کنم. اینجا یه توضیحات به من میده روی گزینه Create PDF XPS، اینجا باز مجددا باید کلیک کنم. به این شکل که میبینید میتونم یک خروجی PDF داشته باشم که البته اگر گزینه مینیمم سایز رو بزنم حجم تا جایی که ممکنه برای من کم میکنه که به درد
کارهای آنلاین میخوره، اما اگر میخوایم اون کار رو به چاپخونه بفرستیم، نه باید خروجی مینیمم بگیرم، باید خروجی استاندارد بگیرم که چاپخونه ها بتونن به درستی کار رو برای من چاپ کنن. پس از روش گرفتن پی دی اف همیشه استفاده کرد برای اینکه فایلمون رو در اختیار دوستانی بذاریم که یا میخوان کارو چاپ کنن برامون، یا اینکه نرم افزار اکسل رو روی کامپیوترشون ندارن، پی دی اف رو ترجیح میدن. با این روش هم میتونیم از کارمون خروجی بگیریم، یا اینکه میتونیم مثلا ازش HTML بگیریم و موارد دیگه. این رو هم گفتم بهتون بگم، حتما جاش نندازیم. در ارتباط با سیف کردن صحبت کردیم، حالا در آینده باز هم دونه دونه این کارها رو میتونیم سیف کنیم، روش های مختلف رو چک کنیم، اما به هر حال کلیت کار به این روشی بود که بهتون گفتم. خیلی 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 ممنونم ازتون دوستان عزیزم، از همراهیتون با کانال یوتیوب پویت آکادمی. درس ها رو دارم با موضوعاتشون جلو میبرم، هر جا موضوع به پایان برسه همونجا کات میکنیم. در ویدیو بعدی موضوع جدید رو دنبال خواهیم کرد. ازتون هم درخواست میکنم در انتهای ویدیو لطفا ویدیو رو لایک کنید در کانال یوتیوب پویت آکادمی. حتما اگر در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و لطفا برام کامنت بذارید. دوستان عزیزم منتظر کامنتاتونم هستم. باز هم همراه شما خواهم بود. موفق باشید.